اینا کتاب تثنیه رو خوندم براتون باب 28ش، یه بار دیگه تون تون میخونم کوتاه. خداوند از دور یعنی از اقصای زمین پیش بینی تورات برای ایناست. اقصای زمین امتی را که مثل عقاب میپرد بر تو خواهد آورد، امتی را که زبانش را نخواهید فهمید. اگه خاطرتون باشه گفتیم دستگاه امنیتی آمان که اصلا سرچ فارسی هم بکنید خبرش ترجمه شد، چه برسه به عبری و انگلیسی. آمان دستور داد از اول ابتدای تو مدارس اسرائیل چی تدریس بشه؟ زبان فارسی، که بگن ما تشخیص دادیم ایران ایرانیان بیایم ما فارسی رو یاد بگیریم که این از این آیه تورات خارج بشیم. ببین با کیا طرفی تو. خب این نمیفهمون الحمدلله بذار تو همین باشه. فکر میکنه این زبان الف ب پ ت س، نمیفهمین زبان ولایت اهل بیته، نمیفهمین زبان مقاومته. و تو را در تمامی دروازه هایت محاصره کند، تا دیوارهای بلند و حسین که بر آنها توکل داری در تمامی زمینت منهدم شود. یعنی چی؟ یعنی تو به دیوارهای بلند و حسین پناه بردی، اما جلو تو نمیتونه بگیره. و در جای دیگه در کتاب اشعیای نبی باب 22، تو اولی رو ما میگیم پندار شما این بود ما این، درسته؟ دشمن دو تا چهار داشتیم بود که ما شاید ما بگید اینجا کاملا اشاره میکنیم که شما ایرانی بود. ببینید، زیرا خداوند یهوه سبایوت روز آشفتگی و پایمالی و پریشانی در وادی رویا دارد، دیوارها را منهدم میسازید. دارید؟ یعنی همیز دیواره منهدم میسازید و صدای استغاثه تا به کوها میرسد. و ایلام با عین یعنی ایران در کتاب مقدس، ایلام با افواج یعنی گروه های مردان و سواران ترکش را برداشته است و غیر سپر را مکشوف نموده است. یه بدبختیتون رو اون موقع خدا میبینه که به زاری میافتید، اینا میرسن، ایرانی ها میان پشت دروازه هاتون، یه سری دروازاتون خیلی هم رخنه داره شهرتون، میتونن راحت هم ورود میکنه، هی خونه خراب میکنید، یه دیوار بسازید و اون دیوار قبلیتون هم به درتون نمیخوره و اینا رو داره میگه. بین دوتا دیوار گیر میافتید، اینا همش معنی داره. اینا خوب اینا رو متوجه بشید.